مرداب قسمت اول. متاسفانه یا خوشبختانه اونقدر وضعمون تو سریال معمای جنایی خرابه که تنها تراز سریالیمون پوست شیر، یعنی میخوایم بگیم یه چی خوبه در حد پوست شیر میگیم، یا میخوایم بگیم اصلا خوب نبود میگیم تخم پوست شیرم نبود. حالا مرداب اومده که قبلا هم راجبش یه ویدیو ساخته بودم، اما این بار یکم موشکافانه تر اومدم سراغش. گذاشتم قسمت اول پخش شه، شما ببینید بعد بیایم راجبش حرف بزنیم. برزون نیک نژاد کارگردان مرداب اساسا کمدی بازه، یعنی ساختهای قبلیش هیچ ربطی به اینکی نداره. شما کارنامه رو ببین، لونه زنبور، دوزیست، زاپاس، یعنی چپو نشون داده راستو زد. ولی خب این یعنی کارشو بلد نبوده؟ نه اصلا اینطور نیست. میگم براتون قسمت اول از غیر مافیایی ترین لوکیشن ممکن استارت خوده، یعنی شمال کشور. یکم جسورانه است، تا حالا این ریختیشو ندیده بودیم. هرچی مافیا بود تهران بود، الان هم ما متفاوته. تو همین قسمت اول که طولانی هم بود اومد تقریبا هرچی بازیگر سراغ داشت رو نشون داد و به قولی واسه شخصیت پردازیش کم نذاشت. یه همه میدونیم کدوم نقش چجور آدمیه و چی از دستش بره. آنتا بنایی ها نقش اول زن، یه زن مرموز و چند وجهی از خودش نشون داده که جا داره تا بفهمیم دقیقاً چجور آدمیه. مهدی هاشمی یه بازگشت شکوهمند داشته، همچین یه پولدار ساده دل که زودم وامیده ولی داره کم کم بازی زمونه رو یاد. همیشه البته سوال بوده چجوری یه نفر توی فیلم پولدار و احمقه، چون این دو شاخصه با هم متضادن. میدونید که چی میگم. از اونور شهرام حقیقت دوست که همیشه سرزنده است و این بار در قامت یک آدم حفقت که دست و پا میزنه قد بکشه میبینیمش و شک ندارم موره پرکاریه در آینده، قطعا اینجوریه مطمئن. اما زل چهارم بدون شک امیر جعفری در نقش شکیب که موتور محرکه سریال و در این قد و قامتی که من میبینمش بهش میرسه. نقش منفی رو امیر جعفری خودش سواره، یعنی اگه بازیگر نمیشد 100% کارتل مواد مقدر از افغانستان به زاهدان. اما دلم براتون بگه که مرداب تو همون قسمت اول بدون حاشیه رفت سر اصل مطلب، یه خانواده مافیایی که در پوشش گاوداری که بعدها باید ببینیم چه گویی میخورن و شغلشون در واقع چیه، که ندید میگم مربوط به مواده، چون اینجا ایرانه و نمیشه تهش بخوریم به قاچاق اعضای بدن یا فروش بچهای کم سن و سال برای پدوفیلیا و این حرفا. صد تا سهمو میخوریم به مواد. از اون ور یه پیرمرد مایه‌داری داریم که پسرش اوردوز کرده، البته فکر میکنه اوردوز کرده چون واقعا اینجوری نیست، در واقع کشته شده و همه مثل اختاپوس افتادن روش که ازش بکنن. از خدنگ شخصیش بگیر تا راننده آمبولانسش و این وسط ها زنی که با یه بچه اومده و ادعا میکنه زن پسرش بوده و ازش یه دختر داره. در کل بهش امیدوارم، خیلی نمیخوام بکوممش با کموکاسی که داره و اصلا روانیست تو قسمت اول بکوبیمش. بیایید به هم یه فرصت بدیم ببینیم به کجا میبره ما رو. ولی فکر کنم سریال بعدی نیست، همچین 6 میگیره از 10، از چند تا سریال این چند وقته بهتر انصافا. بعد بهش پوان بده. مرسی که تا اینجای کار با من بودی. سابسکرایب اگه نکردی الان وقتشه، کامنت و لایک هم که یادت نره. عشق من تا بعد، خدا به شما.